مشورت با اقلای قوم است. ممکن است با من مخالف باشن، من موظفم با اونها مشورت بکنم، موظفم شرعاً که به نظر اونها عمل بکنم. اینا آیه قرآن است دیگه. وقتی میگه فعفو عنهم یعنی عفوشان کن، واستغفر لهم مغفرت برشون بخوا، شاورهم فی الامر، شاورهم فی الامر یعنی امر اینجا امر الهی که نیست، نماز و روزه و حج که نیست. پیامبر وقتی میخواست به مردم بگه چگونه حج کنید که نمیره باشون مشورت کنه چجوری براتون راحت تره. هممون میابدیم انتخاب میکردیم مثلا ما تابستون نمیخوام بریم، گرم زمستون میخوام بریم. اینا که مشورت ندارن. چند اگر مشورت میکرد میگفتن نماز صبح نمیخوام بخوریم، نماز صبح سخته. اینها مشورت پذیر نیست. شاورهم فی الامر یعنی امر اجتماعی، یعنی امری که خدا مسئله رو تعیین نکرده، به دست مردم نهاده، یعنی دقیقا حوزه عمومی. همین که تو علوم سیاسی معاصر بهش میگن چی؟ میگن حوزه عمومی. در حوزه عمومی با مردم مشورت کن. مشورت کردن هم این نیست که من حرف آنها را بشنوم بعدم برم به نظر خودم عمل کنم. مگه مشورت کردن مسخره است که تو حرف دیگران را بشنوی به نظر خودت عمل کنی؟ مشورت میکنیم تا به نتیجه او پابند باشیم. فاذا عزمت فتوکل علی الله یعنی فاذا عزمت برای عمل کردن به نتیجه آن مشورت. خدا هم متوکل را دوست می‌دارد. تو توکل کرده ای، آمده ای نظر مردم را شنیده ای، به این نظر عمل کرده ای، خدا هم کمکت خواهد کرد. خب این یک آیه. بازم موارد رو بخونم که مطمئن باشیم قرآن ما چیزی جز این از پیامبر معرفی نکرده. در سوره توبه آیه 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم، مردم یک آدمی رو فرستادم، یک پیامبری رو فرستادم از جنس خودتان، من انفسكم، ملک نیست، فرشته نیست، انسان است، عزیز علیه ما عنتم، بر او دشوار است آنچرا که شما را آزار میدهد. وقتی یک مسلمان یک پیروش آسیب میبیند اذیت میشود، قلب او به لرزه در میآید. حریصون علیکم نسبت به ایمان شما، نسبت به هدایت شما بسیار حرص میزنند، دلش میخواد همه شما مؤمن شوید، دلش میخواد همه شما بهشتی شوید. و گل مطلب آخرش بالمؤمنین رؤوف رحیم، با مؤمنین اهل رأفت و رحمت است. واقعا از خودمان بپرسیم پیامبری که با مؤمنان با رأفت و رحمت برخورد میکرده یعنی چه میکرده؟ خب رأفت یعنی مهربانی، یعنی بخشش، یعنی مودت. اینها رو همه ما میفهمیم. رأفت و رحمت معنایش این نیست که اگر کسی آمد علیه من شعار داد بگیرم، خودش رو به زندان بیاندازم، خانوادش هم به زندان بیاندازم. تو اخبار امروز بود یک خانواده 7 نفرش در زندان اوین است. خجالت بکشید. برای چی؟ صرفا انتقاد کردن. آمده توی راهپیمایی شرکت کرده، 7 نفر از یک خانواده. حالا دیگه بیان اگر تو اشکالی داشتی همسرت هم بگیریم، پسرت هم بگیریم. خب این عکس ها که داره منتشر میشه و اینها کتک هایی که میخورن، آسیب هایی که میبینن، آیا اینها رعفت هست؟ آیا اینها رحمت هست؟ اینکه افرادی رو بگیرن و بعد داخل مسجد که در زمان طاغوت هم جرأت نمیکرد مأمور حکومتی وارد مسجد بشود و بخواهد از مسجد برای کتک زدن مردم استفاده بکنه، ایمانتان کجا رفته؟ جاییست که انسان وقتی این فضا رو میبیند میباید هر چه داشت فراموش بکند. میگه وارد مسجد شدی، مسجد حرم است، در حرم که وارد میشدی میباید اخلاقت عوض بشه، رفتارت عوض بشه. اون وقت به بچه مردم را توی مسجد کتک بزنی، در مسجد تهدیدش به تجاوز بکنی، نعوذ بالله. این رأفت است؟ این رحمت است؟ من وقتی دارم اینا رو میخونم میگم که اگر پیامبر اینها این بوده شما چه کاره اید؟ از اون سمت سوره فتح آیه 29 که این گل آیات ما در مورد پیامبر است، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم
بسیار خوب. کسانی که با پیامبرند میباید نسبت به حق پوشان، کافران، مخالفان حق شدید باشند و با مؤمنان با خودشان رحیم باشند، بخشنده باشند. سوال ما این است آیا ملت ایران کفارند یا خودی هستند؟ همه ملت ایران. شما که اینگونه با ملت خود رفتار میکنید آیا میتوانیم بگیم این رحیم برخورد رحیمانه است؟ برخورد پدرانه است؟ آدم با بچه خودش اینجوری رفتار میکنه؟ این رحمت است. اینها رحما بینهم، رحمت بینابین یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی کسی آمد انتقادی کرد، خب ببین انتقادش درست است یا غلط است. غلط است پاسخ بده، درست هم هست گوش کن اصلاح کن خودت را. این میشه رحمت. خب حالا ما آمدیم مطابقه آیه 21 سوره احزاب بگیم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر اسوه حسنه ماست. اسوه برای ما تو این صفاتی که خدا به ما یاد داد. وقتی بخوام کسی رو بسنجیم میگی جانشین پیغمبری، بسیار خوب باش، اما شروع میکنیم اهل عفوی، اهل رحمتی، اهل رؤوفتی، اهل مشورتی، بسیار خوب اینجا باش، اما اگه اهل اینها نیستی اسم پیغمبر رو نیار، تو شایسته نیستی اگر این امور رو انجام نمیدهی خود رو پیرو پیامبر ما بدانی. ما پیامبرمان رو با این صفات میشناسیم. صفات مقابلش توی معاویه و یزید و امثال هم پیدا می شود. اونا اهل رحمت نبودن، اونا اهل مشورت نبودن، اونا اهل عفو نبودن. خب این آیاتی که تو این زمین است، اما از زبان خود پیامبر بشنوید. آیات رو همه شنیدید، ممکنه این روایاتی که می خوانم از خود پیامبر کمتر به گوشتون خورده یا برخش حداقل نشنیده باشید. ذکر کردم اولین درسی که می خواهیم از پیامبرمان بیاموزیم مکارم اخلاق است. اخلاق نیکوست. پیامبر میفرماید بوئست و لأتمم مکارم اخلاق، مبعوث شدم خدا مرا فرستاده تا کرامت‌های اخلاقی رو در بین شما ایجاد کنم. چند مورد از غرر احادیث نبوی رو که مربوط به این عنوان هست انتخاب کردم خدمت شما میخوام. منبعش هم عرض کردم، من لایحضر الفقیه و تحف العقول. قرآن هم خلق نیکوی پیامبر میگه اینکه لعلا خلق عظیم، در سوره قلم است. پیامبر میفرماید اوسانی ربی به تسب، خداوند مرا به نه چیز سفارش کرد. پیروان پیامبر گوش کنید ببینید ما این نه مورد رو در خودمان داریم یا نه. اگر احیانا نداریم کوشش کنیم ما هم در خودمان ایجاد کنیم. اوسانی بالاخلاص فی السر و العلانیه، مرا به اخلاص، پاکی در پنهان و آشکار وصیت کرد، توصیه کرد. اولین شرط مسلمانی این است که برای خدا بخواهیم، شیر پیله نداشته باشی، مثل کف دست باشی، صاف و زلال باشی، شفاف باشی. مخلص بودن یعنی ششدان برای خدا بودن، نه برای غیر بودن. اولینش اخلاص، دومینش العدل و فرضا و الغضب، پیشه کردن دادگری چه در زمانی خشمگینی چه در زمان رضایتمندی. ما معمولا زمانی که از کسی عصبانی هستیم از حد در می‌گذریم. اگر هم در زمان عادی اهل انصاف و عدالتیم، در زمان خشم و انتقامگیری بسیار وحشتناک عمل می‌کنیم. میگه خدا منو توصیه کرد یکی از مکارم اخلاق این است که در هر حال اهل عدالت باشیم، حتی با دشمنمان.